پدر بنده مردی بوده که در ابتدا مؤمن بود و هم در رشته فلسفه و هم در رشته فقه اصول به درجه اجتهاد رسید. چون مجتهد بود خودش مجلس درسی داشت و درسی داد، ولی وقتی که مشروطیت اومد به مشروطه طلبا پیوست و از سران مشروطه شد. بعد ایشون به کارهای سیاسی و روزنامه نگاری میپرداخت. روزنامه فروردین یکی از روزنامه هایی بود که ایشون اداره میکرد. بعد از اون وکیل مجلس شد از فارس. وقتی که من متوسطه و ابتدایی میخوندم به موازات اون در منزل مجبور بودیم که علوم حوزوی هم که از جامع المقدمات شروع شد تا وقتی که ایشون بود تمام اینها رو دقیقاً خوندم و اونم خیلی هم تاکید داشت که اینها رو من مثل طلبه ها نخونم که یه قسمتی رو میخونن دیگر رو نخونن. میگه هر کتابی رو واسه بخونی تموم بکنی و تخییری هم میکرد. و چقدر از اون ممنونم برای اینکه چقدر این موثر شد در زندگی من. علوم اسلامی به کمال، در این حال یک آدم بسیار مدرن. شما رو هایدگر غور کرد؟ درس هم دادم یک چند جبه، یک کتابش هم ترجمه کرده بودم، چاپ نکردم. یعنی نرس رو چاپ کنم، اینتروداکشن تو متافیزیک. ویلسون گفته هیچ کس ما غربی ها وجود نشناختیم جز بو علی سینا. راست میگیم، اون کار بو علی را من ترجمه کردم. هنرسرای عالی بود که مدرسه بود که آلمان ها ایجاد کرده بودن، مهندس تربیت میکرد. سه سال اونجا ریاضیات عالی درس میدادم، یعنی هندسه دسکریپتیو عالی درس میدادم به اضافه آنالیز و انتگرال. تا اینکه کتابخانه ملی قسمت خطی یک کسی رو برای اون قسمت میخواستن، منو انتخاب کردن. اونجا بودم دیگه، برای خدمتم در اونجا بود و من در اون رئیس قسمت خطی کتابخانه ملی بودم و در این فاصله برای اولین بار تمام کتاب خطی کتابخانه ملی رو تا اون روزی که من بودم در حدود 7000 خورده جلد بود که بعضی از جلدها تا به 10 تا یا 15 تا رساله بود، در 10 جلد به فهرست تحلیلی و توصیفی کردم که الان موجوده. بعد از اون دیگه بازنشسته شدم و اومدم به منزه. خونه ایشون در شمران اونورا بود که الان هم هستش. کتاب خونه ملی هم ساختمان قدیمش که میدونیم توی میدون توپخانه قدیم بود دیگه. خب ایشون پیاده میامد این را رو. پیاده روی آقای انور ضرب المثله. انوار لحظه لحظه عمرش رو وقف حوزه خطی کرده بود. در اون حداقل امکانات و در اون زمان اندک فردی این حجم کار رو با این گستره پیچیده و تخصصیش بخواد ارائه بده، این منحصر به فرد و این چیزی رو نشون نمیده جز یک دغدغه شخصی. در زمینی که در کتابخونه ملی بودم 15 سالم در لغتنامه ده خدا ساعتای بیکاری کتابخونه رو متصدی تحریر حرف خ بودم. تمام حرف خ رو من نوشتم به اضافه یک جلدم از حرف کار رو. 11 جلد لغتنامه رو بنده نوشتم. کل مجموعه ای که نام استاد سید عبدالله انوار رو میسازه، وقتی که این اسم میاد تو ذهن شما فقط ایشون میاد و شبیه هیچ کس نیست. جلسه انواریه، آره اسمم انوار بود. اونا میامدن اونجا تو منزل ما بود. مرحوم دکتر آریانپور بود
همین سید جلال بود، مرحوم فردید از امریکا، از آلمان اومده بود، اون می آمد مرتب. کودتای 28 مرداد بود، ما همه مخالف بودیم و ما تهران نتونستیم اون اومدن. شمرون تنها بود، اون موقع شمرون خیلی عقب افتاده بود، یعنی ده بود. وقتی اینا جوده جمعه می آمدن پیش بود، مرحوم دکتر هوشیار بود، اون نخشب بود که رئیس اینا بودش می آمد. خیلی هم وزیر تو اون گروه پیدا شد. بله، همه این متحریه مرحوم که الان چیزه اونجا می آمد. خیلی ها بودن، یادم هم نیست. جلال و احمد می آمد. در قدیم علوم رو به دو قسمت تقسیم می کردن، هر شبت علوم عقلی و علوم نقلی. علوم عقلی رو آقای انوار تقریبا در همه رشته هاش، از ریاضیات یعنی حساب، هندسه، نجوم، موسیقی، این ریاضیات قدیم بود، این چهار تا رو خوب می درسته. بعد منطق رو که اولین چیز علم عقلی بوده آقای انوار خیلی خوب می درسته. بعدش به وارد فلسفه می شیم. اینا رو ارائه ندادین؟ نه، به کی ارائه بدم؟ یعنی کسی نیست بخواد اینا رو بدونه؟ بخواد بیاد بدونه، میدم بهش بخونه. موسیقی کبیره، تمام صفات شرح شد، شاهکار موسیقی اسلامیه، مال فارابیه. بعد حالا اجازه بدین اینو بذارش اونجا استاد. این چاپ نشده استاد. چی؟ نه نه، اینم چاپ نمیخواین بدین اینا رو چاپ؟ نه نمیدونم، هر کی بیاد چاپ کنه لطفاً بذارش اونجا استاد. این چند تا اثر خیلی هم نادری هم که آقای انوار چاپ شده، همش به اصرار بسیار شدید دوستانش و به تصادف آقای انوار راضی شده. خیلی راحت تر بود آقای انوار زمان ابن سینا بود تا حالا. خیلی بکنم راحت تر زندگی میکنم. به نسبت آنچه که میداند، آنچه که پس داده 10%. رئیس وزرای بسیار پاکی بود و هیچ علاقه به مقام نداشت و اینم که میگفت آزادی و دموکراسی هم واقعا علاقه من بود. من چون روز 28 مرداد هستم داشتم کشته میشدم، همدی روز به کودتای اگر کودتا نبود اصلا از بین نمیرم. چقدر هم دشمن وای شما داشتین کشته میشدم؟ بله بله، من در خونه شده هم روز بودم که تیر چی شد که از اون پشت اومده و رفتیم دو برده تیر اندازه شد. شما دیده بودینش از نزدیک؟ بله، دو بار. کتابی بود زمان خودش در انگلیس راجب به نظرم آهن تیز بود، شرکت آهن بوده، ملی شده بود. این دوتا کتاب اومده بود، رفیقی داشتن مرحوم دکتر رحمتی که مدیر روزنامه بورس بود، به اون دادن ترجمه کنه. گفت آقا من یکیشو بیشتر نمیرسم، یکیشو رو میکنی؟ گفتم آره. گفت پس باش با خود متعلق بریم بخونیم. و من و اون رفتیم به توخم پذیرفتم، اونو خیلی هم علاقه من بود و بلند شد تو رخت خوابش نشست و گفت بخونیم. من تون تون خونم، گفت آقا یواشتر بخون که من بفهمم. بله، خیلی هم گزم به اون داد، خوندی و خوردیم اومدیم. من نهار نمی کنم، من یه وعده غذا می کنم، اینم فقط برای من یه وعده غروب می کنم. مثل ما رمزون، مثل ما رمزون هست. تو برم شم یه چیز انگلیسی رو می گیرم، اخبار انگلیسی که امریکایی ها می دن می گیرم، اونو گوش می کنم، بعد می شم به کارام می کنم تا شب، شب هم می گیرم می خوام، شب هم تا غروب و اینا، شب هم باز می شنم یه خود رادیو تلویزیون گوش می کنم. من فامیلی ندارم، من دو تا خواهر داشتم فوت کردن، خیشان چیزم نزدیکمون هم همشون فوت کردن بیچاره، اونایی که هم سنم بودن.
چیه عجیبه، خاکی کیوس من هر روز میدارم خاک میکنم. شعری هست ابوالعلاء معری میگه اولو الفضل فی اوطانهم قرباء، صاحبان فضل در وطنهای خودشون غریب هستن. اون موقعی که بحبوه جوانه که بخواد ازدواج کنیم، ما غرق کارهای علمی بودیم، مثلا ریاضی غرق بودیم که اصلا خوابم نداشتیم. دقت میکنی؟ متاسفانه یا خوشبختانه گرفتار عهد و عیال نشد. حلول مسائل منطقه ریاضی خیلی حوصله میخواد آقای چیزا. حالا یه تیکش مونده که محمولات درجه دومش که انشالله اگر عمری باشه اونم تمامش کنم که تمام منطقه ریاضی حل شده. تموم شد؟ خب دیگه الحمدلله. حالا اینجاره یه حل المسائل من ریاضیات عالی هم دارم می‌نویسم الان هستش. اون دیگه الان اینقدر کارهای دیگه میاد آقای چیز، این چیز دیگه. اگر اون آرزوم اینه که اینو اونو تمومش بکنم دیگه، آماده بشیم که آقای ازرایی بیاد خمونو بگیره راحت بکنم. استاد نظرتون راجع به زندگی چیه؟ یه امر موهومیست که یه شما صلاح دلتون نمیخواست به دنیا اومدین، حالا باید یه مقدار زجر بکشین و بعد آمدن بره. باید علاقه به یه چیزی پیدا کنین، تمام عمرتون رو بذارین رو اون قسمت دیگه. خودمون رو به این مشغول کردیم که رنج بیرونی رو کمتر بکشیم. به نظر من زندگی اصلی زندگی اخلاقی نه زندگی جسمانی. دقت میکنین اگر اخلاقیات و دید انسان و اون چیزی که فرنگی میگه اوورتور، اون دیدگاه انسانی به یه چیزهای بالاتری باشه، خیلی چیزهای جسمانی و چیزهای وابسته به زندگی مادی واقعا و بیارزش میشه. این فقط یه وسیله میشه که برای زندگی دقت میکنه، برای این که بتونه اون در اون عرصه، حالا اون عرصه راست دروغ هست نیست اینا اونا هیچ مطرح نیست. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. ای گدایان خرابات خدا یار شماست، چشم انعام مدارید ز انعامی چند. پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش، که مگو حال دل سوخته با خامی چنگ. حافظ از شوق رخ مه فروغ تو بسوخت، کامگارا نظری کن سوی ناکامی چنگ.